بینندگان عزیز، درود بر شما. سنا روحانی هستم و در این بخش خبری با شما عزیزان همراه خواهم بود. دین، معنویت و آموزش در نشست مراکش. معنویت چیست؟ چطور آموزش دینی میتواند آن را پیش ببرد؟ و دین و معنویت چه نقشی در ترویج رفاه انسانی دارد؟ اینها از جمله سوالاتی بود که توسط یک گروه از مدرسان، دانشگاهیان و الهیون از ادیان مختلف دنیا در کنفرانس بین المللی درباره دین، معنویت و آموزش برای شکوفایی بشر که از 5 تا 7 اسفند برابر با 24 تا 26 فوریه در مراکش برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. این رویداد که توسط بنیاد گراند هرمس برای صلح و اتحادیه تمدن‌های سازمان ملل متحد به صورت مشترک برگزار شد، به این مبحث که چطور میتوان جوانان را در زمینه دین و معنویت بهتر آموزش داد تا به مسائل امروزی مانند بی‌عدالتی اقتصادی و تخریب زیست محیطی بپردازند. شرتو گیل، دبیر کل بنیاد گراند هرمس برای صلح و از مسئولان برگزاری نشست، گفت جهان امروز با مجموعه ای از چالش‌های بی‌سابقه روبروست، اما در عین حال ما با فرصت‌های چشمگیری نیز مواجهیم که می‌تواند انسان‌ها را متحد کند تا با هم در یک جامعه بزرگتر جهانی که در جهت مصالح عمومی کار می‌کند، در همبستگی جهانی زندگی کنند. به گفته گل، برای مقابله با چالش‌های موجود و به حد اکثر رساندن فرصت‌ها، جهان باید تصور خود را از شکوفایی بشر جدا از صرفاً یک مدل رشد اقتصادی به تصوری که شامل مفاهیم عدالت، معنویت و درکی از جامعه بزرگتر باشد، باز تعریف کند. دکتر گیل گفت معنا، پیوستگی و ارزش‌های اخلاقی از جنبه روحانی وجود انسان سرچشمه می‌گیرند. به همین خاطر نیاز مبرمی به گونه‌ای از آموزش وجود دارد که به ما آگاهی عمیق‌تری از ابعاد روحانی زندگیمان بدهد. شرکت کنندگان کنفرانس را تفکر برانگیز و الهام بخش توصیف کردند. جاسلین آرمسترانگ، یک مدرس مقیم زلند نو، گفت که کنفرانس به او در درک اهمیت اتخاذ رویکردی جامع نسبت به آموزش دینی کمک کرد. او گفت می توانید درباره مسائلی مانند صداقت و امانت در کلاس درس صحبت کنید و بعد نشان بدهید چطور ادیان آن ارزش ها را تشویق می کنند یا چطور ادیان بر محیط زیست ارزش می گذارند. دیان ایونز، یک دینیار در کالج پیش دانشگاهی هرفورد در بریتانیا، گفت دانش درست اغلب عاری از باورهای دینی است. به گفته او، هرچه بیشتر بتوانیم جمع شویم تا درباره نحوه بهبود آموزش دینی صحبت کنیم، بیشتر میتوانیم امیدوار باشیم که برنامه‌هایی تعبیه کنیم که بتوانند بسیاری از تنش‌ها را ریشه‌کن کنند. سخنرانی ها بر مبنای 20 مقاله ارسالی توسط شرکت کنندگان بود، از جمله یک سند عملی از جامعه جهانی بهائی که بررسی می کرد چطور مفاهیم دین و شکوفایی بشر بهتر می توانند در آموزش گنجانده شوند. نماینده جامعه جهانی بهائی منگ هوی چانگ گفت طرح این مطلب به مذاکره‌ای درباره تفاوت آموزش دینی و آموزش معنوی انجامید. او گفت تنها با آموزش است که استعداد بالقوه هر فرد انسانی میتواند توسعه یابد، جلوه کند و در نهایت به خدمت منافع فرد و جامعه اش درآید. بینندگان عزیز، این بود خبری به نقل از سرویس خبری جامعه جهانی بهائی. در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. خدا نگهدارتون.